با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز پنجشنبه 10 تیر ماه و اولین روز از ماه میلادی ژوئیه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. محسنی اژه‌ای از چهره‌های شاخص نقض حقوق بشر در ایران رئیس جدید قوه قضاییه شد. خامنه‌ای معاون رئیسی را به ریاست دستگاه قضایی منصوب کرد. گسترش موج پنجم همگیری کرونا در ایران، شمار مبتلایان به ویروس در سیستان و بلوچستان 4 برابر موج قبلی است. استانداری هرمزگان وضع شیوع کووید 19 در این استان را فوق بحرانی توصیف کرد. ستاد مقابله با کرونا در تهران از رشد 10% مبتلایان در پایتخت گزارش داد. گزارش همشهری از شکاف 43% میان مزد و هزینه‌های معیشت کارگران. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم اعلام کرد گذشت زمانی که چون بردگان کار کنیم تا عده‌ای نجومی تلمبار کنند. و تجمع اعتراضی خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی در برابر سازمان بین‌المللی هوانوردی. حامد اسماعیلیون گفت جمهوری اسلامی به هر جنایتی تواناست. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور حکمی غلامحسین محسنی اژه‌ای از چهره‌های شاخص نقض حقوق بشر در ایران را به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب کرد. خامنه‌ای در این حکم از آنچه خدمات ارزنده رئیسی و کارنامه افتخارآمیز او خوانده تشکر کرده و سابقه درخشان و تجربه گرانبهای محسنی اژه‌ای گفته است. محسنی اژه‌ای به دلیل اقداماتش در نقض حقوق شهروندان در فهرست تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. مشارکت و نقش اژه‌ای در سرکوب معترضان به انتخابات 88 از جمله دلایل قرار گرفتن نام او در فهرست تحریم هاست. محسن اژه‌ای از سال 1393 معاون قوه قضاییه بوده و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او پیشتر و از سال 1388 تا 1393 هم دادستان کل کشور بوده و سابقه دادستانی دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات را هم در کارنامه مدیریتیش دارد. از همکارم مرتضی کاظمیان در رابطه با منصوب شدن محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه پرسیدیم. همونطور که البته گمان زنی ها در روزهای گذشته خیلی اسم محسن اژه‌ای رو مطرح میکرد، بالاخره انتخاب یا انتصاب صورت گرفت. یک برگ جدیدی، یک دوران جدید در جمهوری اسلامی داره شکل میگیره که امروز این دفتر یک ورق دیگری خورد با انتصاب محسنی اژه‌ای. رهبر جمهوری اسلامی یکی از تندروترین و افراطی‌ترین چهره‌های دستگاه قضایی رو به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب کرده. یعنی کارنامه آقای محسنی اژه‌ای وقتی مرور میشه، یک متولد 1335 از 65 ساله، این به ویژه در 14 گذشته وقتی مرورش کارنامه آقای اژه‌ای مشخص میشه که چه انتخاب غریبی یا شاید یکی از بدترین انتخاب‌هایی رو که آقای خامنه‌ای میتونست برگزینه امروز منتصب کرده به عنوان رئیس قوه قضاییه. از ابتدای که ایشون درگیر کمیته‌های انقلاب اسلامی و نهادهای امنیتی قضایی در جمهوری اسلامی شد تا نیمه دهه 60 که از چهره‌های برجسته‌ای بود که به خصوص با طیف آیت الله منتظری ایشون مخالفت می‌کرد و همین روی کرد، همین نگاه رو تقریبا در دستگاه قضایی تعقیب کرد. من برای مرور این کارنامه ارجاع میدم به اون دادگاه مهمی که مطرح شد، اسم اژه‌ای از اونجا بعد از انتخابات دوم خرداد 76، دادگاه غلامحسین کرباسچی. اون چهره که از خودش ارائه کرد همون چهره ادامه داشت. خب در سال 87 مشهور شد در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات که ایشون از طرف دستگاه قضایی می اومد، به نماینده مدیران مسئول در اون هیئت آقای عیسی سحرخیز یک دوچار جدلی شده بودن، ایشون قندون پرت کرد به طرف آقای عیسی سحرخیز. اون دعوا منازعه خیلی مشهور شد، ولی این سیر قضایی و برخوردهای ایشون در مقاطع مختلف با اعلام موضعی که داشته بیشتر این تصویر رو عریان کرده. به عنوان یک نمونه مثلا من اشاره کنم به موضعی که در رابطه با رهبران مسئول جنبش سبز داره. از چهره‌های مخالف رفع حصر هستش آقای
اژه‌ای تاکید کرده تا موسوی و کروبی و رهنورد توبه نکنن رفع اصل نباید صورت بگیره. یا مثلا در رابطه با آقای علیرضا رجایی از چهره‌های شناخته شده مطبوعاتی سیاسی در ایران که بعد از 88 زندانی شد، در زندان دچار سرطان شد، یک چشم و یک سمت صورتش تخلیه شد، آقای اژه‌ای گفت این سرطان هیچ ربطی نداشته به محکومیتش، در حالی که خب آقای رجایی در زندان دچار تزریقاتی بود برای مداوای خودش. در رابطه با فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی موضع تندی داشته، از موافقین مسته شدن فیسبوک بود، در سال 92 این رو ابراز کرد، در سال 93 گفت باید واتساپ رو حتی توقیف کرد و این دست موضع‌گیری‌ها زیاد بوده. من اشاره کنم اسم آقای اژه‌ای در پرونده قتل‌های سیاسی، قتل‌های معروف به قتل‌های زنجیره‌ای در سال 77 که مطرح شد، در به عنوان یکی از افراد مطرح شده، حداقل به عنوان یک متهم. و این رو هم من در پایان توضیحاتم بگم که نقل قولی از آقای خامنه‌ای هستش در فضای سیاسی مطبوعاتی در سال 89 مطرح شد که آقای خامنه‌ای ازش آقای هاشمی رفسنجانی پرسیده بود چرا کسانی مثل طائب و نقدی رو شما برگماردی به عنوان رئیس سازمان بسیج یا رئیس سازمان اطلاعات، اینها افراد بدنامی هستند. و آقای خامنه‌ای گفت ما اتفاقا به همین افراد رذل نیاز داریم. و حالا در ادامه این انتصاب‌ها، یعنی چهره‌ای مثل طائب، نقدی، چهره‌ای تندرو و سرکوب حقوق اساسی شهروندان، حالا ما شاهد انتصاب آقای محسن اژه‌ای هستیم که عملا نشون میده چطور ساختار قدرت داره یک دست میشه و این گزینش‌ها گزینش‌های حتمت است از طرف آقای خامنه‌ای. در ادامه از همکارم مرتضی کاظمیان پرسیدیم چقدر میتوان با این کارنامه محسن اژه‌ای به گسترش عدالت و تامین آزادی‌های مشروع که از وظایف قوه قضاییه است و علی خامنه‌ای هم در پیامش به آن اشاره کرده امیدوار و خوشبین بود. کسی که ازش وقتی پرسیدن که در رابطه با اعدام‌های دهه‌شست ازش پرسیدن، گفته ما افتخار می‌کنیم به این سرکوب‌ها و باز هم اعدام خواهیم کرد اگر دستمون برسه. کسی که مثلا آقای احمدی نژاد رو که حالا موازش متفاوت شده، لات از چشم افتاده توصیف می‌کنه، در دانشگاه شریف سوت می‌زنه، یعنی یک چنین کارنامه و یک چنین سابقه ای داره، قابل پیش‌بینیه که در دوران ریاستش به عنوان رئیس قوه قضاییه همون روند رو ادامه بده که متأسفانه شاهد بودیم در دوره یزدی که بعد هاشمی شاردی اومد گفت من ویرانه رو تحویل گرفتم، در دوره لاریجانی همینطور. یعنی این روند سرکوب و نقض آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های مدنی در ایران قطعاً با ریاست آقای اژه‌ای ادامه پیدا کرد، به ویژه با نگاه تندروانه‌ای که داره، با نگاه بدی که داره به بحث آزادی مطبوعات، به آزادی منتقدان. مگر اینکه من این تاکید کنم اجماع باشه در حصه سخت قدرت برای اینکه پاره گشایش‌های اجتماعی داده بشه، ولی با این کارنامه آقای اژه‌ای با اطمینان میشه گفت دوره بدی به جهت آزادی‌های اساسی روبروی جامعه ایران خواهد. توضیحات همکارم مرتضی کاظمیان رو میشنیدید. وکیل حسین خیری از صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی به اتهام تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام خبر داد. بابک پاکنیا در گفتگو با امتداد توضیح داده اتهام محاربه با اعمال انجام شده موکلش تطابق ندارد و پرونده حقوقی این زندانی سیاسی ایرادات شکلی زیادی دارد. این وکیل دادگستری همچنین گفته سه نفر دیگر هم همراه با خیری در اتهامی مشابه قرار داشتند که همگی از افراد ضعیف جامعه بودند و حکم براءت برای آنها صادر شده است. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به صدور حکم اعدام برای حسین خیری نوشتند ابراهیم رئیسی در آخرین روزهای ریاست بر قوه قضاییه حکم اعدام برای زندانیان سیاسی صادر می‌کند. از محسن مهیمنی روزنامه‌نگار درباره پرونده حسین خیری و حکم اعدام صادر شده برای او پرسیدیم و اینکه چرا چنین اتهامات و احکام سنگینی برای برخی معترضان آبان 98 صادر شد. خب نکته که وجود داره اینه که اولا آقای خیری یک جوان 32 ساله عنوان شده که این حکم براش صادر شده الان. دومی که در رابطه با اعتراضات آبان 98 بوده که خیلی از احکام مشابه دیگه در واقع در سطوح بالا از سوی دستگاه قضایی برای خیلی از معترضان صادر شده. اشاره کردید به سه حکم دیگه که برای ستن از جوان دهه 70 صادر شده بود پیشتر و هنوز هم دستگاه قضایی درگیر اون پرونده هست. اتهامات هم که اشاره شد که محاربه هست و تخریب اموال
مردم به قصد مقابله با نظام. قبلا هم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از این اتهام به عنوان ابزار سرکوب و در واقع حذف مخالفین و معترضین استفاده کرده بود. الان در شرایطی که دستگاه قضایی در دوره گذار از ریاست آقای رئیسی به آقای اژه‌ای هست، به نظر میرسه که شاید همزمانی این دو در واقع در پایان دوره آقای رئیسی خوشامدی یا یک فرش قرمز دستگاه قضایی سرکوبگر و در واقع ضایع کننده حقوق بشر هست برای رئیس جدید که داره برای اعتراضات در رابطه با اعتراضات آبان صورت میگیره، که در واقع یک نقطه بسیار اساسی در تاریخ جمهوری اسلامی شده و به نظر میرسه همچنان در واقع چالش ها بر سر اون ادامه داره. دو نکته وجود داره. یکی این که همونطوری که گفتم آبان 98 یک نقطه خیلی قابل توجه در تاریخ شده و همچنان دستگاه قضایی و نیروی امنیتی و اطلاعاتی قصد سرکوب و مجازات کسانی رو دارن که در این اعتراضات شرکت داشتن. این جور احکام در واقع ادامه انتقام گیری و سرکوب و مجازات کسانی است که در اون اعتراضات بودن. ولی نکته مهمتر اینه که الان در شرایطی که بسیاری از استان‌های کشور در صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع مخابراتی، کارگران بخش مختلف دولتی و خصوصی مشغول اعتصاب و اعتراض هستند، قبلا هم اشاره شده بود که دستگاه اطلاعاتی گزارشی دادن که در سال 1400 موج جدیدی از اعتراضات به خصوص بعد از کرونا و رفع محدودیت‌ها امکان داره اتفاق بیفته. من به نظرم این حکم در واقع یک پیام هشداری هم هست به این جور اعتصاب‌ها و اعتراضات که در واقع اگر این دوباره بخواد نطفه اعتراضات جدید شکل بگیره، دستگاه قضایی به شدیدترین شکل برخورد خواهد کرد. این رو من این پیام میدونم به در واقع جامعه که اخشار فرودست هستن، کارگران هستن که الان در واقع در اعتصاب به سر میبرن. این جوان هم وکیلش گفته که حسین خیلی یکی از اعضای در واقع قشر طبقه ضعیف‌تر جامعه هست. توضیحات محسن مهیمنی روزنامه‌نگار از دوبلین رو میشنیدید. وزارت بهداشت و درمان ایران از جانباختن 125 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. بر اساس این گزارش بیش از 14,000 نفر دیگر هم در ایران به کرونا مبتلا شدند. وزارت بهداشت و درمان همچنین گزارش داده که 63 شهر کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و شرایط همگیری کرونا در 385 شهر نارنجی و زرد است. موج پنجم همگیری کرونا در ایران گسترش یافته و انتشار گزارش‌های نگران کننده درباره ابعاد همگیری در استان‌های جنوبی کشور ادامه دارد. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تعداد موارد مثبت جدید ابتلا به کرونا در سیستان و بلوچستان در موج جدید را 3 تا 4 برابر موج‌های قبلی گزارش کرده است. معاون کل وزارت بهداشت و درمان هم نسبت به شیوع کرونا در استان سیستان و بلوچستان هشدار داده و میگوید میزان موارد سرپایی و بستری کرونا در این استان از متوسط کشوری فراتر رفته است. ایرج حریرچی با اشاره به اینکه ویروس دلتا از جنوب شرقی وارد کشور شده گفته با توجه به اینکه خاستگاه ویروس دلتا در هند و شرایطی که در افغانستان به وجود آمده، احتمال گسترش بیماری از مسیرهای مختلف وجود دارد. معاون استانداری هرمزگان وضعیت شیوع کرونا در این استان را فوق بحرانی توصیف کرده و از بنگاه‌های اقتصادی و خیران برای کمک به هزینه‌های کرونا به دانشگاه علوم پزشکی استان تقاضای کمک کرده است. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران هم از رشد 10% مبتلایان به کرونا در این شهر خبر داده و گفته موج پنجم کرونا از هفته گذشته شروع شده است. نادر توکلی با اشاره به اینکه موج پنجم کرونا زنگ خطر مهمی برای تهران است گفته خطر افزایش تعداد مبتلایان به کرونا بیشتر از چیزی است که امروز وجود دارد. از آلان فتوحی استادیار داروشناسی بالینی درباره دلایل شکلگیری موج پنجم همگیری کرونا در ایران و راه‌های مقابله با این وضع پرسیدیم. دو عامل اصلی که همیشه در موردش بحث شده و عوامل اصلی هستن برای گسترش ویروس در هر نقطه از جهان، یکی به اصطلاح تجمعات و تماس فیزیکی مردم با هم دیگه هست و عدم اجرای قرنطینه‌ها و فاصله گذاری اجتماعی، و دیگری
واکسینه نکردن مردم هست بر علیه ویروس، که این دوتا فاکتور هر دوتاش در ایران وجود داره و خب ورود یک نوع جهش یافته ویروس که قدرت سرایت بیشتری هم داره مزید بر علت شده و متاسفانه شاید هستیم که تعداد مبتلایان داره اضافه میشه و یک موجی از ابتلای جدید به ویروس کرونا نوع دلتای اون بلخص از جنوب کشور شروع شده و در حال گسترش هست به مناطق دیگه. خب میشه با رعایت یک سری پروتکل‌های بهداشتی به صورت موقتی و در کوتاه مدت خطر ابتلای ویروس رو کم کرد که در مورد اونها خیلی صحبت شده، ولی واکسیناسیون سریع وسیع و سریع همچنین بسیار ضروریه برای اینکه جلوی این نوع موج‌ها گرفته بشه. اگر تمهیداتی و سیاست‌هایی اعمال نشه که رفت و آمدها کم بشه، تجمعات کم بشه و مردم بتونن از دور کار بکنن و از این قبیل، و خب آلترناتیوش این هست که جایگزینش این هست که مردم سریع واکسینه بشن، و اگر هیچ یک از این دوتا اقدامات انجام نشده باشه، نه متاسفانه راه حل اساسی دیگه وجود نداره و ویروس همچنان گسترش پیدا خواهد کرد و خطرش هست که همونطور که این نوع دلتا در هند به وجود اومده و جایش پیدا کرده، در جای دیگه دنیا در خود ایران که ویروس به اصطلاح خیلی گسترش پیدا کرده و تعداد مبتلایان میبینیم که دوباره از 10,000 نفر رفته بالا به نزدیک 12,000 نفر در روز رسیده، این گسترش ادامه پیدا بکنه، انواع جدیدی به وجود بیاد، جهش‌هایی به وجود بیاد که سرعت گسترش بیشتری دارن، امکان ابتلای اطرافیان رو بیشتر دارن و همینطوری این گسترش پیدا بکنه و زیاد بشه. من اینو تاکید بکنم که اظهاراتی که وزیر بهداشت در مورد خوب بودن واکسن هایی که در ایران تولید شده هیچ اساس علمی نداره. ما نمیدونیم، اطلاعاتی در مورد اینا پخش نشده که چقدر در مورد نوع آلفا، نوع یا انواع دیگه یا نوع دلتا این واکسن ها تاثیر دارن. این در مورد واکسن های ایرانی. در مورد سایر واکسن ها که ممکن است در ایران هم استفاده شده باشن یا قرار باشه بشن، اطلاعاتی که داریم این هست که میدونیم که نوع دلتا تا حدی در مقابل واکسنی که آسترازنکا تولید کرده مقاوم هست و به خصوص بعد از اینکه فقط یک دوز زده میشه، با دوز کامل، با واکسیناسیون کامل حدود 66% این واکسن کارایی داره و واکسن فایزر نشون داده شده که خوب کار میکنه در مقابل نوع دلتا، تا 90% ایمنی ایجاد میکنه. واکسن مدرنا هم گزارش شده که میتونه ایمنی ایجاد بکنه. توضیحات آلان فتوحی، استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم در سوئد رو میشنیدید. روزنامه همشهری در گزارشی از شکاف بیش از 43% میان مزد و هزینه‌های معیشت کارگران در آخر خرداد ماه سال جاری نوشته و اضافه کرده احتمال دارد این شکاف میان مزد و هزینه زندگی تا پایان سال به 60% برسد. بر اساس این گزارش در زمان تعیین دستمزدهای سال 1400 دستمزد مصوب برای کارگران به طور میانگین معادل 61% حداقل هزینه معیشت بوده است، در حالی که با افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها دستمزد دریافتی کارگران حدود 56% هزینه‌های معیشت آنان را تأمین می‌کند. این گزارش اضافه می‌کند در صورت تداوم نرخ تورم 40-50% تا آخر امسال خانواده‌های کارگری به زحمت قادر خواهند بود حدود 40% از هزینه زندگیشان را با حقوق کارگری تأمین کنند. همزمان با اعتصاب حدود 60,000 کارگر قرارداد موقت که در بیش از 70 شرکت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور انجام شده، شورای سازماندهی اعتراض کارگران پیمانی نفت محیط کار این کارگران را ناایمن و شرایط خوابگاه‌های آنها را اسفناک توصیف کرد. این شورا در بیانیه‌اش گفته زندگی شایسته ی انسانی حق مسلم کارگران و همه ی مردم است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با انتشار گزارشی از شرایط این کارگران در اصلوگه اضافه کرده یکی از اهداف اعتصاب سراسری کارگران نفت اعتراض به این شرایط وحشتناک و غیر قابل تحمل زندگی در خوابگاه است و کارگران معترض دیگر این وضع را تحمل نخواهند کرد. شورای سازماندهی اعتراض کارگران پیمانی نفت تأکید کرده گذشت زمانی که ما چون بردگان کار کنیم و از زمین ثروت بیرون بکشیم تا عده‌ای نجومی تلمبار کنند. در همین رابطه بیشتر بشنویم درباره ابعاد این اعتراض‌ها و دلایل آن از هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی.
بذارید یه نگاه اقتصادی به ماجرا بکنم. من مشکل اصلی اقتصاد ایران اینه که برای یه دوره طولانی نزدیک 10 ساله تولید ناخالص داخلیش هیچ رشدی نکرده، یعنی میانگین رشد اقتصادی در 1 دهه 0 بوده، ولی تو این 10 سال جمعیت کشور بیشتر شده، در نتیجه میزان درآمد سرانه به طور متوسط اومده پایین، به خصوص توی 3 سال اخیر این افت خیلی شدید بوده. حالا البته آمارهای بانک مرکزی میگه پارسال رشد اقتصادی مثبت شده، ولی رشد اقتصادی تو بخش خدمات که بزرگترین بخش اقتصاد ایرانه و بیشتر شاغلان کشور رو هم پوشش میده پارسال 0 بوده. به علاوه برآوردهای اولیه نشون میده تو این 3-4 سال ترکیب توزیع درآمد هم بدتر شده. این یه طرف ماجرا. از طرف دیگه روند تورمی اقتصاد ایران که از سال 97 با شوک‌های شدید مواجه بوده باعث بی‌ثباتی خیلی زیادی تو اقتصاد ایران شده. به همه عاملان اقتصادی، به همه مردم، چه کارگر، چه کارمند، چه کارفرما، چه بازنشسته و حتی بیکارها فشار میاره. اون بی‌ثباتی اقتصادی هم انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید جدید رو از بین برده، اشتغال کمتری هم وجود داره. این شرایط یعنی برای یه عده زیادی از مردم هم دخل کمتر شده هم خرج بیشتر. طبیعیه که این وضعیت تا یه مدتی قابل تحمله، ولی وقتی در طول زمان جمع میشه دیگه در نهایت طاقت شما تاق میشه و میای توی خیابون و ممکنه توی خیابون بمونی. به علاوه فکر میکنم با این تداوم پیدا کردن اعتراضا الان جرأت و جسارت مردم برای اعتراض و اعتصاب هم بیشتر شده، چون دولت هم داره عوض میشه، شاید امیدوارن بعضی از اصناف بتونن یه امتیازی از دولت جدید بگیرن. ببینید دولت به معنای عام کلمه خودش عامل اصلی ایجاد این مشکله. یه وقتایی میگن مثلا تحریم تقصیر آمریکاست، اون عاملش بوده، ترامپ اومد تحریم درست کرد، یا مثلا کرونا اومد وضع اقتصادی رو به هم زد. آقای روحانی دیروز گفته بود اگه ویروس کرونا و ویروس ترامپ نبود وضع اقتصادی ما چنین و چنان بود. این حرف به طور کلی غلط نیست، ولی فقط بخشی از واقعیته. یعنی کرونا و ترامپ مؤثر بودن، ولی خود دولت به جای اینکه یه مرهمی باشه رو زخمی که از طرف اونا وارد شد، تبدیل شد به یه نمکی روی زخم. درباره تحریم سیاستایی مثل دلار 4200 تومانی واقعا شرایط رو برای اقتصاد کشور، برای مردم سخت‌تر و سخت‌تر کرده. یا مداخلات دولتی که به اسم حمایت از مصرف کننده تو اقتصاد اتفاق می‌افته، واقعا نظم بازارهای ما رو به هم می‌زنه، هر روز یه جایش خراب میشه. الان ماجرای نهادهای دامی و تولید گوشت و مرغ و لبنیات رو داریم می‌بینیم دیگه. درباره کرونا هم که نمی‌دونم بگم بی‌تدبیری، بگم بی‌کفایتی، هر چی، خلاصه رفتاری که توی واکسیناسیون داره توی ایران اتفاق می‌افته، بجز مسئله سلامتی و جون آدم‌ها، کاملاً به اقتصادم ضربه زده، مردم رو فقیرتر کرده. در حالی که می‌شد با سیاست یه واکسیناسیون سریع اقتصاد رو هم تا یه حدی از این وضعیت نجات داد. الان دولت واقعا با کسری بودجه‌ای که در حد نصف بودجه‌شه کاری از دستش بر نمیاد، مگه اینکه دوباره پول چاپ کنه بده به مردم که اونم بلافاصله اثرش رو تو موج بعدی تورم نشون میده. شاید تنها شانس و امیدش این باشه که مثلا مذاکرات به نتیجه برسه، تحریم‌ها برداشته بشه، موقتا یه راه تنفسی ایجاد بشه. توضیحات هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از روم در ایتالیا رو می‌شنیدید. شماری از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی با تجمع در مقابل سازمان بین‌المللی هوانوردی ایکائو در مونترال کانادا نسبت به سکوت این سازمان در برابر سرنگونی این هواپیمای مسافربری با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران اعتراض کردند. انجمن دادخواهی پرواز 752 با قرائت بیانیه‌ای در این تجمع گفت واکنش این سازمان برای پایین کشیدن یک خبرنگار از آسمان بلاروس به مراتب شدیدتر از اقدام ایکائو در برابر از دست رفتن جان 176 انسان بیگناه بوده. گزارشی بشنویم در همین رابطه از همکارم مهسا مرتضوی از مونترال در کانادا. فریاد عدالت خواهی خانواده های قربانیان پرواز PS752 این بار در خیابان‌های بارانی شهر مونترال کانادا. فریادهایی که تأکید مجددی بود بر اهمیت دادخواهی و روشن شدن حقایق. این راهپیمای 1 ساعته از دانشگاه مکگیل آغاز شد و در نهایت روبروی ایکائو متوقف شد. سازمانی که خانواده ها امیدوار بودند در راه دادخواهی آنها را بیشتر یاری کند.
بیش از 17 ماه از سرنگونی پرواز PS752 گذشته و سازمان هوانوردی بین المللی غیرنظامی ایکاو همچنان نسبت به این فاجعه سکوت کرده. این دلیلی هستش که خانواده های جانباختگان پرواز PS752 امروز در کنار این سازمان گرده هم اومدن، جمعیتی بیش از 250 نفر و خواهان این هستند که اقدامات جدی تری از طرف این سازمان برای پیگیری و عدالت خواهی در مورد این پرونده انجام بشه. گزارش تحقیقاتی دولت کانادا از پیش برنامه ریزی شدن سرنگونی این هواپیمای خاص را تایید نکرد. مسئله‌ای که بنا به گفته تیم تحقیقات نیاز به مدارک اصلی داشت که در اختیار ایران است. حالا انجمن دادخواهی برای دستیابی به این مدارک در بیانیه‌ای از نارضایتی خانواده‌های قربانیان از کمبود فشارهای ایکائو بر ایران می‌گوید. واکنش سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی به این جنایات و نامردمی‌ها چه بوده است؟ هیچ، نه جلسه اضطراری، نه اجبار کردن جمهوری اسلامی به گفتن حقیقت، نه محکوم کردن رفتارهای غیر انسانی، نه الزام کردنش به حفظ امنیت آسمانش، نه محکوم کردن گزارشش، هیچ. حالا روی کار آمدن دولت جدید در ایران هم افق روشنی برای دادخواهی به تصویر نمی کشد. دادخواهی که خانواده های قربانیان فقط امید به دستیابی به آن را در دادگاه های بین المللی دارند. رئیس جمهور دولت جدید همون کسی است که تو شورای عالی امنیت در همون شب قضایی باید دستور به بستن آسمان جنگی ایران میداد. اگر ایشون جزو نفراتی بوده که توی اون شب دستور رو نداده، چه آینده‌ای برای ادامه این تحقیق و دادخواهی در دولت جدید هست؟ شما تغییراتی که در حکومت جمهوری اسلامی رخ داده در ماه‌های اخیر رو هم می‌بینید. آدم‌هایی که سر قدرت بودن و آدم‌های جدیدی که به قدرت اومدن شایستگی مذاکره رو ندارن، ولی اگر قراره که مذاکره صورت بگیره باید هرچه سریعتر شروع بشه و پایان برسه که ما به مرحله بعد وارد بشیم که بردن پرونده به همین سازمان جهانی هوانوردی است برای حل اختلاف، که بعد از 6 ماه اگر اون هم به نتیجه نرسه ما جمهوری اسلامی رو در دادگاه الهی خواهیم دید. حالا در مسیر دادخواهی که به نظر می رسد با چالش‌های زیادی هم روبروست، همدلی خانواده‌ها ادامه راه را امکان پذیر می کند. مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال، مونترال. دیدار رئیس جمهور آلمان از اسرائیل ادامه دارد. اشتاینمایر پس از دیدار با روبی ریولین، رئیس جمهور اسرائیل، به موزه‌ای در اورشلیم رفت و قرار است بعد از ظهر امروز با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، هم دیدار کند. روبی ریولین در دیدار با اشتاینمایر از او به خاطر پشتیبانی از اسرائیل سپاسگزاری کرد. بیشتر بشنویم در رابطه با جزئیات دیدارهای رئیس جمهور آلمان از همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم. من الان در موزه ید وشم هستم، موزه‌ای که برای یادبود هولوکاست یا آنچه که در جنگ جهانی دوم بر یهودیان گذشته، و من اینجا در کنار یکی از قطارهایی هستم که از آلمان یهودیان را به سوی اردوگاه مرگ آوشویتز می‌بردند و ورود آقای اشتاین مایر به موزه ید وشم دارای اهمیت دوچندانی هستش. رسانه‌های اسرائیل اظهار داشتند که این ملاقات آقای اشتاینمایر از این موزه دارای پیامی هستش برای ایران که آلمان در کنار اسرائیل خواهد موند و از موجودیت او دفاع خواهد کرد. دیروز هم آقای اشتاینمایر گفته بود که در رابطه با ایران در کنار اسرائیل خواهد موند و اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، اما راه او بازگشت به برجام و احیای برجام هستش و او تلاش خواهد کرد که در این راه قدم برداره و سیاستمداران اسرائیل را راضی به این امر بکنه. قرار هستش که در 2-3 ساعت آینده آقای اشتاینمایر با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، هم دیداری داشته باشه. صبح امروز با آقای روبی ریولین، رئیس جمهور اسرائیل، دیدار کرد آقای اشتاینمایر، و پس از اون آقای روبی ریولین گفت من یکی از دانشجویانی بودم که بر علیه روابط با آلمان تظاهرات می‌کردم در جوانی، ولی امروز به جایی رسیدیم که آلمان یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل شده و من افتخار می‌کنم که از پشتیبانی آلمان در رابطه با یهود ستیزی در جهان و همچنین مقابله با ترور ما برخوردار
دار هستیم. آقای اشتاینمایر به دو مسئله دیگه هم اشاره کردن و یکی از اونها مسئله یهود ستیزی بود که او گفتش که دیگر اجازه نخواهد داد که هیچ کسی در کشور آلمان پرچم اسرائیل را آتش بزنه و دیگر هم در رابطه با دادگاه لاهه گفتش که در اونجا هم از اسرائیل پشتیبانی خواهد کرد. توضیحات همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.